بخش 22 از رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. وازگن هایراپتیان جایزه شاگردهای ممتاز را داد. آرمینه و آرسینه هر دو جایزه گرفتند و دویدند پیش ما. آرسینه نشست بغل من و آرمینه بغل آرتوش و جایزه ها را که کتاب بود نشان دادند. کتاب آرمینه ترجمه ارمنی سفرهای گالیور بود و مال آرسینه ترجمه لورد فونتلوروی کوچک. نینا توی صندلی وول میخورد. میخواست حرف بزند و فرصت نمیشد. چراغ‌های حیاط خاموش شد. پرده کنار رفت و نمایش سیندرلا شروع شد. آرمن و دختری که دیده بودم و اسمش را مانیا گفته بود و یادم نمانده بود، نقش شاهزاده و سیندرلا را آنقدر خوب بازی کردند که همه سه بار دست دادند و هورا کشیدند. آرمن با شلوار کشی سیاه و نیمتنه یراق دوزی طول و عرض صحنه را چنان می رفت و می آمد که انگار در قصری واقعی قدم می زند. و وقتی که به سیندرلا تعظیم کرد و با هم رقصیدند، فکر کردم اینها رو از کجا یاد گرفته؟ فکر کردم این همون طفلک کوچولوست؟ فکر کردم این همه سال کی گذشت؟ شورلت که با اولین استارت روشن شد، آرمن و دوقلوها گفتند زنده باد شوی جان. آرتوش گفت حالا باشگاه شام میخوریم و شاگرد ممتاز شدن دخترها و هنرپیشه شدن پسرمون رو جشن میگیریم. بچه ها گفتن جانمی جان. همراهشان خندیدم و یادم رفت به نینا گل دادم تا رسیدم خانه بروم سراغ سیمونیان ها. از مدرسه تا باشگاه گلستان دو گلوها یک بند از جشن گفتند و از اتفاقهای توی رخکن و پشت صحنه. از بازی برادرشان که تعریف کردند، آرمن گفت خیلی هم کار سختی نبود. رسیدیم و داشتیم از در باشگاه می رفتیم تو که آرمینه رو کرد به من. به آقای عکاس گفتی از ما عکس بگیره؟ آرسینه گفت گفتی خیلی زیاد عکس بگیره؟ معذب دنبال جواب میگشتم که آرتوش گفت من گفتم و دست در دست دوقلوها که دو طرفش بالا پایین میپریدند رفت طرف تالار غذاخوری. چند لحظه ایستادم و از پشت سر نگاهش کردم. تالار غذاخوری شلوغ نبود. پشت میز نشسته بودیم و صورت غذا را میخواندیم که صدای زیری گفت شب بخیر. پاپیون خانم نوراللهی آبی کمرنگ بود با گلهای ریز قهوه‌ای. آرتوش بلند شد، صندلی تعارف کرد و خانم نوراللهی گفت مزاحم نیستم، دیدم آمدید، گفتم سلامی عرض کنم. داشتم با آقای سعادت ترتیب سخنرانی جمعه آینده رو می دادم. دست کشید روی سر دوقلوها و به آرمن لبخند زد. آرتوش گمانم از سر ادب موضوع سخنرانی را پرسید. خانم نوراللهی گفت تاریخچه حقوق زن و به من نگاه کرد. حتما فرصت ندارید وگرنه خوشحال می شدم تشریف می آوردید. باز دست کشید به سر دوقلوها و خداحافظی کرد و رفت. غذا که سفارش دادیم آرمینه گفت ماما حقوق زن یعنی چی؟ آرسینه تکرار کرد حقوق زن یعنی چی؟ صورت غذا را برگرداندم به پیش خدمت و گفتم بزرگ شدید می فهمید. به خانم نوراللهی نگاه کردم که دم در تالار اجتماعات با آقای سعادت حرف می زد. یادم آمد که از پارچه لباس خانم نوراللهی من هم بلوز دامن دارم. آرتوش چیزی گفت و بچه ها خندیدند. آرمن گفت شنیدی ماما؟ گفتم الان برمیگردم. از جا بلند شدم. خانم نوراللهی انگار منتظرم باشد از دوباره دیدنم هیچ تعجب نکرد. وقتی که پرسیدم برای انجمنشان چه کاری از دستم برمیآید نگاهم کرد، لبخند زد و گفت خیلی کارا، جمعه با هم حرف میزنیم. گفتم جمعه با هم حرف میزنیم و برگشتم سر میز. دم در خانه از ماشین که پیاده شدیم نگاه من و دوقلوها چرخید اون طرف خیابان. آرتوش شورلت را گذاشت توی گاراژ و آرمن لباس‌های زمستان و تابستان و پاییز و بهار را از صندوق عقب بیرون آورد.
در فلزی حیاط G4 4 تاق باز بود. آرمین یواش گفت: ماما، فردا به امیلی سر بزنیم. آرسینه با التماس گفت: تو رو به خدا اجازه بده سر بزنیم. موهای فرفری هر دو را نوازش کردم. فردا حتما سر میزنیم. از خواب که بیدار شدم آفتاب افتاده بود توی آینه میز آرایش. یادم آمد آرتوش وقت رفتن دم گوشم گفته بود: بخواب بچه های که مدرسه ندارم. دستا را پشت سر قلاب کردم و توی آینه به بازی نور و سایه نگاه کردم. از حیاط صدای جیک جیک گنجشک ها می آمد. بلند گفتم: امروز دیرتر از شما بیدار شدم. و با خودم خندیدم. از جیک جیک گنجشک ها بود یا بازی نور در آینه یا خنکی اتاق خواب که حالم خوش بود. هرچی بود خوب بود. حالم خوب بود. ملافه را پس دادم و بلند شدم. گنجه را باز کردم. به لباس هایی نگاه کردم که معمولاً توی خانه می پوشیدم. بعد به لباس هایی که کم می پوشیدم. لباس رکابی گلداری را در آوردم که چند بار بیشتر نپوشیده بودم. چون مادر آلیس گفته بودند سر و سینش زیادی بازه. جلوی آینه موشانه کردم و دو دستم را به هم مالیدم. از خشکی پوست خبری نبود. راه افتادم طرف آشپزخانه و بلند بلند سطری از نمایش سیندرلا را تکرار کردم که آرمن شب قبل با حرکات سر و دست اجرا کرده بود. این زیبای نازنین کیست که می آید؟ آه دختر رویاهای من! با صدای بلند خندیدم و به اتاق دوقلوها سر زدم. تخت خوابها خالی بود. رفتم اتاق آرمن. تخت خواب خالی بود. روی میز آشپزخانه 3 لیوان نیمه خالی شیر بود. لیوانها را جمع می کردم و فکر می کردم کجا هستند که ستایی سر رسیدند. آرمینه گفت: توی G4 هیچ کس نیست. آرسینه گفت: نه امیلی هست، نه پدرش، نه مادر بزرگ. آرمن گفت: گمانم اسباب کشی کردم. یکی از لیوانها از دستم افتاد روی موزاییک. دو گلوها داد زدن وای و پریدن عقب. آرمن جلو آمد: توریت نشد. گفتم: من توریم نشد، شماها مواظب باشید. و جارو و خاکنداز را از گوشه آشپزخانه برداشتم. کجا رفتن؟ چرا رفتن؟ کی رفتن؟ دو گلوها یکی در میان حرف می زدن. لابد امیلی خیلی مریض بوده، بردن تهران بیمارستان. پس اسباب ها کو؟ شاید مادر بزرگ مریض شده. پس اسباب ها کو؟ حتما دیروز که ما رفته بودیم جشن اسباب کشی کردن. آرمن دو تکه شیشه از زمین برداشت، انداخت توی سطل زباله و به دو قلوها گفت: چقدر حرف میزنید، بیرون تا زخم و زیل نشدید. عصر که آرتوش آمد همینقدر میدانست که امیل استفاده داده. اینکه چرا استفاده داده یا کجا رفته کسی نمیدانست. سر شام بودیم که تلفن زنگ زد. آرمن از جا پرید: من برمی‌دارم. دو گلوها به هم نگاه کردند و بی صدا خندیدند. وقتی که پرسیدم باز چه خبر شده، جدی شدند و با هم گفتند هیچی. آرمن به آشپزخانه برگشت و به من گفت: خاله نینا. صدای نینا برخلاف همیشه شاد و زنگدار نبود. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ مرتی که بی خبر گذاشته رفته و ویولت از صبح مثل دیوانه ها توی خونه میچرخ و گریه میکنه. به زمین و زمان بد و بیراه میگه. خدا رو شکر گارنیک تا پس فردا نیست. ولی وقتی که برگشت چی؟ اگه این دختر بلایی سر خودش آورد جواب مادرش رو چی بدم؟ موندم چه غلطی بکنم؟ سعی کردم آرامش کنم و پرسیدم: حالا واقعا قضیه انقدر جدی بوده؟ و فوری از سوالم پشیمان شدم. اگر قضیه جدی نبود خانم سیمونیان خانه و زندگی رو به هم نمی زد و نمی رفت. نینا جزئیات حرفهای امیل به ویولت و ویولت به امیل را تعریف می کرد و من فکر می کردم تا حالا چند بار مادر به خاطر پسر از این شهر به اون شهر شده. هر بار همینقدر ناگهانی بوده نبوده؟
کار درستی کرده، کار درستی نکرده. شایدم اگر امیل با ویولت ازدواج میکرد بد نمیشد، شایدم بد میشد. نباید دخالت میکرد، شایدم پسرش رو میشناخت و باید دخالت میکرد. صدای نینا از این همه باید و شاید نجاتم داد. صوفی چند روزی پیش تو بمونه، مجبورم با ویولت برم تهران. گفتم البته که صوفی پیش ما بمونه و اگه کار دیگه ای از دستم ساخته است خبرم کن. نینا با حواس پرتی تشکر کرد و خدافزی کرد و گوشی را گذاشت. گوشی را که گذاشتم، آرتوش و آرمن از آشپزخانه بیرون آمدند. آرمن گفت شوی جان باز مریض شده، دکتر میبریم بالا سرش، و با آرتوش رفتند گاراژ. تکیه دادم به میز تلفن و فکر کردم ناگهان آمدند و ناگهان رفتند. مثل باران آبادان که تا می آمدی فکر کنی می بارد، دیگر نمی بارید. فکر کردم کاش می شد ماجرای امیل و ویولت به گوش آلیس و مادر نرسه. حوصله اظهار نظرهای آلیس و من از اول می دونستم های مادر رو نداشتم. صدای حرف زدن دوقلوها از آشپزخانه می آمد. یادت هست گفت گوجه فرنگی پرت کنیم به آقای جورا؟ آره، خوب شد گوش نکردیم. ولی خودش که پرت کرد، بعد انداخت گردن کلاس هشتمی ها. آره، توی ناهارخوری هم صندلی رو مخصوصا از زیر روبینا کشید، بعد گفت از قصد نکردم. ولی از قصد کرد نه؟ آره از قصد کرد. سوراخ راحتی هم کار خودش بود نه؟ آره، اصلا به خاطر آرمن با ما دوست شد. هیچم راپونزل رو دوست نداشت. حیف از لباس قرمز راپونزل که قیچی کرد. چرا گذاشتیم؟ برای اینکه گفت لباس قشنگی نیست. لباس سفید آستین پفی خودش رو هم قیچی کرد. یاد داد توی حیات مدرسه داد بزنیم مارگریتا عین چیتا. کار بعدی کردیم. بچه ها با صوفی استخر بودند و آرمن منزل دوستش بود. منتظر مادر و آلیس بودم که شب قبل دیر وقت از تهران برگشته بودند. تلفن زنگ زد، گوشی را برداشتم. توی آینه راه رو به خودم نگاه کردم. به نظرم می آمد یا کمی چاق شده بودم. چند بار گفتم الو، بله، بفرمایید. کسی جواب نداد. گوشی رو گذاشتم، در را برای مادر و آلیس باز کردم. مادر صورتم را بوسید و آلیس محکم بغلم کرد و گفت چه خوشگل شدی، انگاری هوا چاق شدی نه؟ عوضش من لاغر شدم ببین. و توی راه رو یک دور کامل چرخید. راست میگفت، لاغر شده بود. نفهمیدم از لاغر شدنش بیشتر تعجب کردم یا از سلام احوال پرسی و ماچ و بوسه گرمش. رفتیم آشپزخانه و مادر و آلیس بسته های پروک و گاتا رو که از تهران خریده بودن گذاشتن روی میز. آلیس روی پا بند نبود. قهوه جوش رو از دستم گرفت و گفت من درست میکنم. قهوه درست کرد و تعریف کرد. تصمیم گرفتیم همینجا عروسی کنیم. کارت های دعوت رو به چاپخونه دوست آقای داوتیان سفارش دادم. راستی داوتیان خیلی سلام رسوند. چه مرد نازنینی. اگه سفارش نمی کرد کارت ها به موقع حاضر نمی شد. کیک رو همینجا به نگرو سفارش میدم. حالا حدس بزن از تهران چی خریدم؟ قهوه جوش را از روی اجاق برداشت، گذاشت روی پیشخان و چرخید طرفم. دستا را از هم باز کرد، سرکش کرد و لبخند زد. لباس عروس! مادر زد زیر خنده و من از ته دل خندیدم. این بار من بودم که رفتم طرف خواهرم، بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم خیلی خیلی مبارک. صبح به برنامه ریزی جشن عروسی و نوشتن اسم مهمان ها گذشت. دوقلوها و صوفی که برای نهار برگشتند، آلیس هر سه را بغل کرد و گفت باید ینگه عروس بشوند و لباس های آبی و صورتی بپوشند. آرمینه گفت خاله اول تو عروسی میکنی یا خاله ویولت؟ و بارسینه و صوفی منتظر به آلیس نگاه کردند. آلیس و مادر به من نگاه کردند. من نومین کردم.
عروسی خاله ویولت عقب افتاده، یعنی صوفی اوضاع را بدتر کرد. پس برای همین خاله ویولت دیروز و پریروز همش گریه میکرد؟ آرسینو و آرمینه با هم گفتند. گریه میکرد؟ صوفی به من نگاه کرد، مردد که بگوید یا نگوید. بالاخره گفت: هم گریه میکرد، هم میگفت تمامش تقصیر این عجوزه است. آرمینه گفت: عجوزه یعنی چی؟ آرسینه گفت: یعنی کوتوله. آلیس از جا بلند شد، برای بچه ها شیرنی گذاشت توی بشقاب و گفت: معنی عجوزه کوتوله نیست. گفتن هیچ کدوم هم قشنگ نیست. شیرینی ببرید، با عروسک ها مهمون بازی کنید. وقتی بیرون رفتن از آشپزخانه، آرسینه دست انداخت گردن صوفی. بدم نشد، عروسی که بالاخره داریم، لباس ینگه هم می پوشیم. تو هم که میمونی پیش ما، نه آرمینه؟ آرمینه گفت: آره، خدا کنه خاله نینا به این زودی ها بر نگرده. و ستایی خنده کنان رفتند. مادر نگاهم کرد. چه خبر شده؟ آلیس تکیه داده بود به میز. تعریف کردم. ساکت که شدم مادر گفت: از روز اول نگفتم این زن دیوونه است، نگفتم پسرش هم عین خودش دیوونه است. دروغ میگم؟ بگو دروغ میگی. آلیس با نخ دور بسته قاطاور میرفت. بی خود به مردم تهمت نزن، ما که نمیدونیم چی شده، به هر حال به ما مربوط نیست. ولی تفلک ویولت. به آلیس نگاه کردم، انگار بار اول بود می دیدمش. از وقتی که خواهرم را می شناختم، مثل آب خوردن به مردم تهمت می زد و در مورد کوچکترین جزئیات زندگی همه اظهار نظر می کرد و حکم صادر می کرد. و حالا به مردم تهمت نزن، به ما مربوط نیست تفلک ویولت. حس کردم یوک را خیلی دوست دارم. تلفن زنگ زد. آرمین که نفهمیده بودم کی برگشته، از اتاقش بیرون پرید که برداشتم. بعد آمد به آشپزخانه. آقا هلندی با خاله آلیس. آلیس دست انداخت گردن آرمین و گونه‌اش رو بوسید. اول اینکه سلامت رو گوش دادی، دوم اینکه آقا هلندی یعنی چی؟ بعد از این میگی امو یوب. و خندان رفت به راه رو. آرمن چند بار گفت امویوب، خندید و مادر بزرگش را بوسید. مادرم گونه نوش را نوازش کرد و گفت: کاش عروسی تو رو هم ببینم. برای عروسی آلیس نینا پا به پا کمکم کرد. ترسم از اینکه یک بند از ویولت حرف بزند بی خود بود. بعد از برگشتن از تهران یک کلمه هم از ویولت نگفته بود. شب قبل از عروسی بود و آرتوش و گارنیک بچه ها رو برده بودند انکس ماهی برشته بخورند. با نینا پشت میز آشپزخانه نشسته بودیم و برای مهمان های عروسی بسته های نقل یادگاری درست می کردیم. نقل های رنگی رو می ریختیم توی تورهای چهارگوش کوچک که مادر گلدوزی کرده بود و با بندینک های ساتن سر تورها را گره می زدیم. روی یک سر بندینک نوشته شده بود آلیس و یوب و روی سر دیگر تاریخ عروسی چاپ شده بود. آلیس گفته بود: شب زود بخوابم که فردا سرحال باشم اگه بخوابم. و مادر قرار بود به گل یوب که همه جزئیات مراسم عروسی برایش جالب بود قرمز و سبز بدوزد. رسم ارمنی های جلفا بود که در مراسم ازدواج دو نوار پهن ساتن قرمز و سبز می انداختند روی شانه های عروس و داماد و کشیش که دعای تبرک می خواند ساقدوش چند بار جای نوارها را با هم عوض می کرد. نوار سبز نشانه خوشبختی و نعمت بود و نوار قرمز نشانه عشق. آرتوش بی هیچ گرولندی قبول کرده بود ساقدوش عروسی آلیس و یوب باشد. نینا شربت آلبالو میخورد و زیر لب آوازی زمزمه میکرد. بالاخره طاقت نیاوردم.
از ویولت چه خبر؟ پفی کرد و شانه بالا انداخت. بندینک بسته نقل را محکم کرد و بسته را گذاشت توی سبدی که دور تا دورش گل مصنوعی چسبانده بودیم. شربت را تا ته خورد و یخها را توی لیوان چرخاند. تا زنده ای چی زیاد میگیری؟ طبق معمول هوچی بازی در آورده بودم. بی خود نگران شده بودم. لیوان را گذاشت روی میز و یکی از تورهای چارگوش را برداشت. تهران که رفتیم دو سه روزی اشک ریخت و چینی های مادر بدبختش رو شکست. تا برادر همسایه طبقه بالا رو دید. سر و کله پسره که پیدا شد آروم گرفت و باز شد همون ویولت که همه میگن تفلک چه معصوم و بیگناه. در ضمن تیگران رو فرستادم خوابگاه دانشگاه. خطر منزل خاله جان خیلی بیشتر از خطر خوابگاه بود. یکی از اون روبانا رو بده به من. یکی از روبانها رو دادم و نینا گفت یادت هست گفتم ویولت یه کمی شبیه توست؟ به گل مادرت به من بگو خر و زد زیر خنده. بسته نقل را گذاشتم توی سبد و فکر کردم نه به من بگو خر. نینا روبان را دور بسته گره زد و خیره شد به پنجره. نمی خندید. از جایی که نشسته بودیم گل نخودی ها خوب معلوم نبودند. گفت حرف مادر شد. فکرش رو کردی بعد از رفتن آلیس؟ به پنجره نگاه کردم. این چند هفته سعی کرده بودم فکر نکنم که بعد از رفتن آلیس. با روبان بسته توی دستم بر رفتم. نمیدونم. نینا بسته نقل را گذاشت توی سبد. با مادر حرف نزدی؟ بسته نقل را گذاشتم توی سبد. نه هنوز. دوباره به گلنخودی ها نگاه کرد. خب شاید بعد از عروسی ها؟ به بسته ها نگاه کردم و سر تکان دادم. بعد از عروسی. چند روز از ازدواج آلیس و یوب و رفتنشان به هلند می گذشت. وقت بدرقه در فرودگاه یوب گونم را بوسید و گفت کلاریس تشکر می کنم از شما برای زحمت ها. مطمئن باشید آلیس را خوشبخت بسازم. مادرم و خاله ام خواستند آلیس را خوشبخت بسازم. روز عروسی بزرگترین سبد گل از طرف مادر و خاله یوب بود. لاله های سرخ و سفید هلندی. آرتوش گفت از اون دهکوره چطور اینا رو فرستادن آبادان؟ با نینا روی تاب نشسته بودیم. آرمن دم در حیات به دوچرخش بر می رفت. دو گلوها و صوفی قایم موشک بازی می کردند. صوفی گفت چشم گذاشتن از کی؟ پشک بندازیم. ستایی رو به هم ایستادند و صوفی به ترتیب به سینه هر سه زد و خواند آن ما ناوارا دو دو اسکاچی. نینا گفت بالاخره نفهمیدیم این مثلا شعری که وقت پشک انداختم میخونم یعنی چی؟ بعد به آشپزخانه اشاره کرد. پس با مادر حرف زدی؟ آره. موی سفید مادر از پنجره آشپزخانه معلوم بود. گفتم آره. دخترها دویدن طرف حیاط پشتی. نینا پا زد و تاب تکان خورد. آرتوش گر نزد؟ به درخچه ارغوان یاون یا زبانگاوی سوم نگاه کردم که چند وقت بود اسم نداشت. بعد از حمله ملخ‌ها و دوباره جوانه زدن حسابی جون گرفته بود و بیشتر از درخت‌های آرمینه و آرسینه گل داده بود. پا زدم و تاب تکان خورد. گر که نزد هیچ خودش پیشنهاد کرد. نینا خم شد طرفم. جدی؟ شب قبل از عروسی تا خواسته بودم حرف مادر و تنهاییش را بعد از رفتن آلیس پیش بکشم، آرتوش که داشت شلوار توی گنجای آویزان میکرد گفته بود مادر از کی میاد پیش ما؟ نینا قشقش خندید. من یکی سر از کار شوهر تو در نیاوردم. یک وقت برج زهرمار، یک وقت هم اینقدر. صدای بوق ماشین گارنیک از خیابان آمد.
نینا گفت: فقط با وسواس ها و گرگرهای مادر خدا به دادت برسه. بعد داد زد: صوفی بودو، پدرت اومد. ایستاد و شلید طرف راه باریکه. وای پام خواب رفت. رو کرد طرف پنجره آشپزخانه. خانم بسکانیان خدا حافظ. بعد برگشت طرف منو یواش گفت: شایدم یه قاشق چایخوری، گرگر و وسواس بد نباشه ها؟ از روی تاب بلند شدم و راه افتادم و فکر کردم یه قاشق چایخوری یا صد ملاقه. مادر از پنجره سر بیرون کرد: کجا نینا؟ بمانید، قرمز پلو درست کردم. دو گلوها که همراه صوفی عرق ریزان از حیات پشتی سر رسیده بودند بالا پایین پریدند: صوفی بمونه پیش ما، خاله نینا تو رو به خدا صوفی بمونه پیش ما. صوفی نغزد: قرمز پلو خیلی دوست دارم. نینا به بچه ها نگاه کرد، بعد به من که گفتم تو برو به خریدت برس. نینا دوباره به بچه ها نگاه کرد: از دست شما و روجک ها، از پریشب با هم بودید بس نیست؟ بعد به مادر گفت: برای تهران کلی سوغاتی باید بخرم، وگرنه قرمز پلو شما که حرف نداره. استانبولی پلو یا به قول ارمنی ها قرمز پلو مادر واقعا حرف نداشت. با نینا تا دم در فلزی رفتم و برای قارنیک دست تکون دادم. به آرمن که هنوز به دوچرخه برمی رفت گفتم درست نشد، سر تکان داد. دوچرخه عهد بوق کجا به این زودی درست میشه؟ گفتم عهد بوق یعنی پارسال. نگاهم کرد: پارسال یعنی عهد بوق. خندید، موهاش ریخته بود روی پیشانیش. تا برگشتم به حیات دوقلوها و صوفی از خانه بیرون دویدند. توی دست آرمینه کتابی بود. ماما آخرش رو میخونی؟ آرسینه گفت: خودت گل دادی بخونی. صوفی گفت: دیروز گل دادی خاله، زنه و گلش. ستایی خندیدن و چارتایی خودمون رو توی تاب جا دادیم. آخرین صفحه لورد فونتلروی کوچک را که خواندم، کتاب را که بستم، صوفی گفت: حیوانکی پسر کوچولو. آرسینه گفت: چرا حیوانکی؟ آرمینه گفت: آخرش که خوب تموم شد. صوفی گفت: آره ولی اولش خیلی بدبختی کشید. از راه رو صدای زنگ تلفن آمد. دوقلوها و صوفی به آرمن نگاه کردند. وقتی دیدن نمیشنود، آرمین از جا پرید و دوید طرف خانه. صوفی گفت: صبر کن. دنبال آرمینه دوید. آرسینه روی جلد کتاب را نگاه کرد و گفت: کاش آخر همه قصه ها خوب تموم می شد. آرمینه از دم در خانه داد زد: آرمن تلفن، جاسمن. صوفی تکرار کرد: آرمن تلفن، جاسمن. آرمن دوچرخه را انداخت و راه باریکه را دوید و رفت تو. چرخیدم طرف آرسینه: جاسمن؟ آرسینه پا زد و تاب تکان خورد. نگاهم کرد و خندید: یادت نیست سیندرلا؟ بعد کتاب را برداشت، از تاب پایین پرید و دوید طرف آرمینه و صوفی که از دم در خانه اشاره می کردن بیا. صدای مادر از راه رو آمد: باز با کفش گلی زدید توی خونه؟ از این طرف در توری به اندام نحیفش نگاه کردم که با موی سفید و لباس سیاه راه رو را جارو می زد. ماندن مادر پیش ما حتما کمک بزرگی بود. کمک بزرگی بود و با این حال مادر گالیچه کف راه رو را آورده بود بیرون و می تکند. باد ملایمی آمد که برای آن وقت سال در آبادان عجیب بود. پا زدم و تاب تکان خورد. داشتم فکر می کردم برای سفر به تهران چه لباس هایی بردارم و سوغاتی چی بخرم که پروانه ای از جلوی صورتم گذشت. سفید بود با خال های قهوه‌ای. تا فکر کنم چه پروانه قشنگی، یکی دیگر دیدم، بعد یکی دیگر، و هر هفت هشت تا رفتن نشستند روی بوته گل سرخ. گفته بود
پروانه ها هم مهاجرت می کنن. به آسمان نگاه کردم، آبی بود، بی حتی یک لکه ابر. دوستان گرانقدر، به پایان رمان چراغ ها را من خاموش می کنم رسیدیم. خوشحالم که در این سفر همراه هم بودیم. سعادت یارتان.